اتوماتور رو روشنش میکنم، میبرمش داخل آب. خوب دقت کن. واو، راجب IP یا International Protection که بهش English Protection هم میگن خیلی صحبت کردم. گفتم آقا IP یعنی عدم نفوذپذیری در برابر مایعات و جامدات. این که تجهیزی که من استفاده میکنم چقدر در برابر نفوذ گرد و غبار و اشیاء و جامدات و چقدر در برابر مایعاتی مثل آب حفاظت میکنه. میخوام توی این ویدیو با یه مفهوم خیلی جذاب و جدید آشنات بکنم، جوری که هیچ موقع دیگه IP یادت نره. بریم سراغ تجهیز. دقت کن، یه تجهیز خیلی بی‌نظیر دارم تحت عنوان الکتروموتور. پلاک این الکتروموتور رو نگاه کن، رو پلاکش نوشته IP 55. دو تا عدد داره IP، عدد سمت چپ و عدد سمت راست. سمت چپیه عدم نفوذپذیری در برابر جامداته، یعنی گرد و غبار و اشیا رو جلوشو میگیره، و عدد سمت راستیه جلو مایعاتو میگیره، یعنی آب تو الکتروموتور نمیره. 55 به این مفهومه، جلو گرد و خاکو میگیره، کامل حفاظت میکنه، و اینکه اگه از هر جهتی بهش آب بپاشی هیچ اتفاقی براش نمیفته. میخوام همین رو برات تست کنم و یه آزمایشی عجیب غریب انجام بدم. دقت کن، من الکتروموتور رو میخوام روشنش کنم. روشن میکنم، میخوام از همه جهات آب بپاشم بهش. میبینی؟ پاشش آب از همه جهات. میبینی؟ کامل واضحه. هیچ چیش نمیشه و کار میکنه. به این میگن IP 55. میخوام آزمایش رو عوض بکنم، الکتروموتور رو بکنمش تو آکواریوم ببینیم چه اتفاقی میفته. آماده ای؟ خوب دقت کن. الکتروموتور رو روشنش میکنم، میبرمش داخل آب. خوب دقت کن. واو، میبینی؟ دوباره میکنمش تو آب. لعنتی، پس چرا نمیسوزه؟ خوب دقت کن، یه بار دیگه میارمش بیرون. ببینی؟ اینگاری عمرش به دنیا. ببین، به نظر چرا الکتروموتوری که IP 55 تو آب غوطه ورش کردم نمیسوزه و کارش داره انجام میده؟